سرخط خبرها، افشای پشت پرده خطرناک حمله تروریستی شیراز، رد قاطعانه استفاده از پهپادهای ایرانی بر علیه اوکراین و ادعای گروسی در مورد پایان سلطه آمریکا بر بازار راکتور هسته‌ای. به نام خدا، سلام. به این دسته خبری از پیک خوش اومدید. عملیات تروریستی در حرم شاه چراغ نمایی از جنگ هیبریدی در خود دارد. این اقدام شوم دارای یک بازوی اطلاعاتی که آن عامل بهائیت، بازوی اجرایی گروهک داعش و شتاب دهنده روانی رسانه ضد انقلاب با هم بوده است و همه اینها نشان دهنده این است که پشت چنین اعمال تروریستی پروژه سوریه سازی ایران وجود دارد. به گزارش مشرق نیوز، اجرای دو عملیات، یکی با محوریت تروریستی و دیگری پخش روانی ترکش‌هایان، مسیر اغتشاشات در داخل کشور را وارد فاز جدیدی کرده است. این روزها سرویس‌های اطلاعاتی چند کشور با رمز مهسا پروژه سوریه سازی در ایران را پیش می‌برند. هدف از این عملیات آن است که ایران مانند سوریه به کشوری جنگ‌زده تبدیل شود که در آن تروریست‌ها به صورت علنی پایگاه دارند. ورود رسمی داعش به شهر شیراز و انجام یک عملیات تروریستی خونین مقدمه این توطئه‌شون بوده و دامنه و برد آن بیشتر از یک اقدام ایزایی است. چهارشنبه هفته گذشته همزمان با فراخوان ضد انقلاب برای ایجاد اغتشاشات محل محور در برخی از شهرها، یک عامل تروریستی با ورود به حرم مطهر شاه چراغ 15 تن از زائران را به شهادت رسانده و نزدیک به 20 نفر را مجروح می‌کند. این فرد با هدف حمله به نمازگزاران وارد حرم مطهر شده بود، اما به دلیل بسته بودن درب شابستان به سمت زری حرکت کرده و با قساوت هرچه تمامتر تعدادی از زائران را به شهادت رسانده. در طی دو هفته گذشته تلاش برای فعال سازی گسل‌های قومی در برخی استان‌ها با هدف کشته سازی، اقدامات تروریستی و خرابکارانه، تشدید اختلافات مذهبی و تحریک اقوام از سوی رسانه‌های معاند و گروه‌های تجزیه طلب به وضوح دنبال شده است. در کلان پروژه ضد انقلاب برای تداوم آشوب‌ها بر استفاده از شرایط قرمز امنیتی برای تحرک اقشار خاکستری به حضور در خیابان و آشوب سازی به صورت ویژه سرمایه گذاری شده است. به صحنه آمدن گروهک‌های تروریستی چون جیش العدل در شهر زاهدان، تحریک سه گروهک مسلح در مناطق کردنشین و حرکت‌های کوچک با اثرگذاری جوهری از سوی داعش نشانی از این پروژه سنگین اطلاعاتی و تروریستی است. قابل توجه آنکه بخش بسیار بزرگی از این عملیات مسلحانه و تروریستی توسط نهادهای اطلاعاتی و انقلابی شناسایی و خونسا شده است. ماجرای پیش آمده در شیراز توسط مزدوران وهابی و عوامل استکبار جهانی یکی از معدود مواردی است که گرگ‌های تنها به نقطه عملیاتی رسیده است و با شکست تروریست‌های داعش در مناطق مختلف عراق و سوریه و نبود جای یا بی سرزمینی در این کشور، این گروه تمرکز جمعیتی در مناطق تحت اشغال خود را از دست داده است. این در حالی است که مدل سازمانی داعش مبتنی بر تصرف جغرافیایی و حضور نیروها در آن سرزمین و نیز تلاش برای تشکیل دولت در آن بوده، اما با از دست رفتن مناطق تحت سیطره خود، عملاً پیش نیاز جغرافیایی مدل سازمانی داعش از میان رفته است. حادثه خونین شهر شیراز یکی از عوامل فرقه زاله بهائیت که مدتی در شورای شهر شیراز عضویت داشته، نقشه شهری و مشخصات مکانی شبکه حرم مطهر شاه چراغ را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده است. سازمان سیاه نیز با استفاده از ظرفیت گروهک داعش این جنایت را رقم زده و آن را به خرابکاری باشگاه چرچیل ثبت کرده است. پس از این واقعه، این مهره بهائی در شبکه بی بی سی فارسی به تحلیل این جنایت پر و با پاک کردن رد پای عامل تروریستی سعی کرد عملیات روانی روی آن انجام دهد. بیش از این، در حادثه تروریستی رژه در اهواز نیز عامل اصلی جنایت به شبکه تروریستی و تلویزیونی سعودی آمده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود.
عملیات تروریستی در حرم شاه چراغ نمایی از یک جنگ ترکیبی بود. این اقدام شوم دارای یک بازوی اطلاعاتی که آن عامل بهائیت بود و بازوی اجرایی که گروهک داعش و شتاب دهنده روانی که رسانه ضد انقلاب بوده و پس از اجرا سعی شد ردپای عوامل اصلی آن پاک شود. در ماه‌های اخیر تعداد گروهک‌های تروریستی در اطراف مرزهای کشورمان به طرز چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی، حدود 16 گروه تروریستی در تنها افغانستان فعالیت دارند که بیشتر آنها در ولایات شمالی و مرزهای کشورهای آسیایی میانه اسکان داده شدند. اخیراً روسلان میرزایوف، رئیس کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای گفته است که تعداد اعضای گروه‌های تکفیری که در امتداد مرز تاجیکستان در افغانستان جمع شدند به بیشتر از 13500 نفر می‌رسند. این کلونی‌های تروریستی در جنگ اوکراین مورد استفاده ناتو نیز قرار گرفته است. نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن رد ادعای نماینده تل‌آویو درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین گفت هدف چنین اتهاماتی اعمال فشار بر شورای امنیت است. در ادامه تاکید مقامات روسی مبنی بر عدم استفاده از تسلیحات ایرانی از جمله پهپادهای انتحاری در عملیات نظامی ویژه در منطقه دونباس، واسلی نمزنیا نماینده روسیه در سازمان ملل نیز بار دیگر ادعاهای غرب در این باره رد کرده. نبزنیا شامگاه جمعه طی نشست شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه طرح چنین ادعاهایی با هدف اعمال فشار بر شورای امنیت است گفت موسکو این اتهامات را قاطعانه رد می‌کند. به نوشته وبگاه ریا نویسی وی این اظهارات را در واکنش به ادعاهای گلاد آردان نماینده رژیم موقت صهیونیستی در سازمان ملل مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین مطرح کرد. این دیپلمات روس توضیح داد ما امروز از شنیدن اظهارات نماینده اسرائیل در مورد ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین متعجب شدیم. ما قبلا چنین ادعاهایی را رد کردیم و اکنون نیز قاطعانه رد می‌کنیم. طبق این گزارش نبزنیا همچنین افزود ما این گونه اظهارات را تلاشی برای اعمال فشار بر شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل و تمایل برخی دولت‌ها برای تحمیل نظر خود به عنوان حقیقت نهایی بر جامعه بین المللی می‌دانیم. تا یه روزهای اخیر مقام‌های ارشد اروپایی و آمریکایی مدعی شدند که روسیه از پهپادهای انتحاری ایرانی برای حملات اخیر به کیف و زیرساخت‌های انرژی اوکراین استفاده کرده است. پیش از این نیز امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل طی نشست شورای امنیت در بامداد پنجشنبه گفته بود هیچ سلاحی برای استفاده در درگیری اوکراین چه قبل و چه بعد از درگیری در اختیار طرفین قرار ندادیم. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده در مقابل روسیه سلطه خود را در بازارهای تجاری راکتورهای هسته‌ای جهان از دست داده است. به گزارش خبرگزاری تاس گروسی در حوزه تجارت فناوری‌های انرژی هسته‌ای افزود من فکر می‌کنم این یک چالش برای آمریکا است و این کشور به طور سنتی بر این حوزه سلطه داشته و اکنون هژمونی خود را از دست داده است. به گفته وی در حال حاضر از روساتوم از منظر تجاری در بازارهای جهانی تامین کننده اصلی فناوری هسته‌ای است. گروسی ادامه داد که جنیفر گرانهولم وزیر انرژی آمریکا به من گفته که ما می‌خواهیم این رهبری را بازیابی کنیم و می‌بینم که چگونه تصمیمات بسیار جالبی در ایالات متحده برای حمایت از صنعت ملی هسته‌ای گرفته می‌شود که البته در داخل کشور به دلیل وضعیت انرژی و همچنین در سطح بین‌المللی ضروری است. وی در این زمینه اظهار داشت که ایالات متحده از پتانسیل علمی و فنی قابل توجهی برخوردار است. گروسی پیشبینی کرد فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انرژی هسته‌ای غیر نظامی آمریکا وجود دارد. وی در این حال خاطر نشان کرد که روساتوم تامین کننده اصلی و شرکت ملی هسته‌ای چین CNNC نیز در این بازار بسیار فعال است. البته آنها از مدل تامین مالی متفاوتی استفاده می‌کنند که با آنها امکان می‌دهد با انعطاف بیشتری از جمله در بازارهای بین‌المللی حرکت کنند. بنابراین این یک چالش برای شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.